یک روایت عنوان رشته گفتگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند. این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمی و نزدیک‌تر داشته باشد به تجربه‌های زندگی چهره‌های آشنا از زبان خودشان. در برنامه این ساعت یک روایت با دریا صفائی، نماینده پارلمان بلژیک، دندان پزشک و فعال حقوق زنان به گفتگو می نشینیم تا درباره فعالیت‌های مختلف ایشان بیشتر بدانیم. محور اصلی این گفتگو فعالیت‌های سیاسی خانم صفائی است و عواملی که موجب شد ایشان به عنوان نماینده پارلمان بلژیک به جهان سیاست وارد شوند. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت می‌کنم به روایت خانم دریا صفائی توجه فرمایید. خانم صفائی، در آغاز این گفتگو از شما خواهش دارم اگر ممکنه مختصری از زندگی و دوران کودکی و جوانی با صدای خودتون در واقع برای شنوندگان رادیو فردا بیان کنید تا بیشتر با شما آشنا بشیم. من حقیقتا در تهران به دنیا آمدم، از یک پدر و مادر جوان، اولین فرزند خانواده بودم و خب طبیعتا خیلی به همه چیز من توجه خیلی خاصی می شد، چون تا 3 سال و نیم 4 سالگی تنها فرزند خانواده بودم. پدر و مادرم خیلی سعی می کردن کنار همه چیزهایی که به من آموزش می دادن این رو بفهمونن که درس خوندن و ادامه تحصیل برای آینده من خیلی مهمه، به خصوص موقعی که من 4 سالم بود، انقلاب سال 57 اتفاق افتاد که در واقع مسیر زندگی ایرانی ها رو خیلی عوض کرد، به شکلی که دیگه انسان ها دنبال تضمین شخصی برای آرامش زندگی خودشون بودن و خب همونطور که میدونیم بعد از انقلاب زنان رو خانه نشین کردند و با تبعیض‌ها و سرکوب‌هایی که زنها مواجه بودن هیچ جای دنیا هنوز که هنوز بعد از این 40 و اندی سال دیده نمیشه که در ایران وجود داره. طبیعتا خانواده من، پدر مادر من خیلی به من یاد میدادن که به عنوان یک زن باید خودم گریم خودم رو از آب بکشم بیرون، رو پاهای خودم بایستم. همیشه به من یادآوری میکردن که در قانون جمهوری اسلامی که بر اساس قانون شریعت برپا شده، یک زن حقوق برابر با یک مرد که نداره، هیچی از هیچ حقی برخوردار نیست. و به من آموختن که در واقع بخوام حقوق شخصی خودم رو اعاده کنم. خودم احساس میکردم، همچنین در جبی که زندگی میکردیم احساس میکردم با ما رفتار همگونی نمیشه نسبت به رفتاری که میدیدم در جامعه روی یک دختر بچه و یک پسر بچه. احساس میکردم که ما یه گونه دیگه ای داریم بزرگ میشیم به عنوان دختر بچه. جبه انقلاب و ایران بعد از انقلاب طور شده بود که ما باید گونه دیگه ای رفتار میکردیم به عنوان بله. دختر بچه. بله خانم صفائی، از این دوران و 4 دهه‌ای که بسیاری از زنان و دختران اون رو تجربه کردن، میرسیم به دوران دانشجویی شما که میتونیم الان بیشتر در مورد این مسائل صحبت کنیم و در اواخر دهه سال 1370 که شما و همسرتون آقای سعید بشیرتاش از سازمان دهندگان اعتراضات دانشجویی بودین که به بازداشت شما هم منجر شد. اگه ممکنه بریم به دوران دانشجویی و از تظاهرات دانشجویی بگین که چطور و چگونه در واقع بازداشت شدین؟ با شرایطی که ما بزرگ شدیم تو ایران خب سخت بود که بدونی حقوقت داره پایمال میشه و برای حقوقت برنخیزی. به خاطر همینم بود که من به عنوان یه دانشجوی جوان در دانشگاه تهران سالهای آخر دندانپزشکی بودم که با سعید جان هم آشنا شدم و اون موقع بود که خیلی اوج فعالیت‌های ما بود و احساس می‌کردیم ما می‌تونیم سرنوشت خودمون رو به دست بگیریم و باید سرنوشت ایران عزیزمون رو جوری رقم بزنیم که یک ایرانی شایسته اون باشه، چون که واقعا من بر این باورم که ایرانی‌ها بسیار مردمان پیشرفته‌ای هستن که گرفتار یک حکومت شیطانی شدن، وگرنه ما میدونستیم که میتونیم تاریخ رو عوض کنیم. این احساس رو میکردیم که باید به عنوان جوان فعالیت کنیم برای اینکه حقوق خودمون رو باز پس بگیریم و ایران رو آباد کنیم. طبیعتا در سالهایی که من 20
سالم اینا بود خیلی فعالیت میکردیم برای اینکه ایران دوستی، ایران شناسی، یک حکومت که در اون دین و دولت از هم جدا باشه، یک ایران دموکراتیک رو ترویج بدیم بین جوانان. و خیلی هم این ایده ها طرفدار داشت. ما چه یک گروه بزرگ جوانان بودیم که با هم تلاش میکردیم برای این مسئله. حتی جشن های ایرانی رو ماهانه جشن میگرفتیم در خونه خودمون که یادآور بزرگی و عظمت تاریخ ایران بود و به ما این امید رو میداد که روزی بتونیم بر اساس آموزه های این تاریخ کهن ایران رو دوباره بازسازی کنیم. در همین گیرودار تلاش های سیاسی ما در واقع برای اینکه جوانان رو جذب کنیم، توی خونه ما تعداد زیادی از جوانان میومدن میرفتن، از این ترکت ها پخش میکردیم علیه انتخابات. حتی یادمه که زمانی که انتخابات خاتمی بود تراکت های پخش میکردیم برای تحریم انتخابات. و در همین تلاش ها بود که در واقع سال قیام دانشجویی 78 بود که ما تلاش های گستردمون با گروه بزرگی که تشکیل داده بودیم برای این قیام سال 78 که در واقع اولین تظاهرات و مخالفت عظیم و مردمی، صدها هزار نفر دست به دست هم مثل قطره‌هایی که به هم می‌پیوستن و یه رودخونه بزرگ را تشکیل می‌دادن، برای اولین بار بود که ملت ایران احساس می‌کردن می‌تونن سرنوشت خودشون رو به دست بگیرن، که متأسفانه با سرکوب گسترده جمهوری اسلامی مواجه شدیم. در واقع پس از اینکه چند روزی جمعیت باشکوه اتحاد خودشون رو برای یک بار برای همیشه نشون دادن، این سرکوب خونین 78 اتفاق افتاد و اون لحظه همسر من از من جدا شد و من هم دستگیر شدم و در واقع دیگه نمیتونستیم همدیگر رو پیدا کنیم. تو تظاهرات که از هم جدا شدیم دیگه نمیدونستیم هر کدوممون کجا هستیم، که من در بازداشتگاه توحید بازداشت شدم که وزارت اطلاعات همچنان بازجویی های خودش رو میخواست انجام بده. خاطرات زندان و خاطرات اون روزها که دیگه بسیار مخوف بود برای کسانی که اونجا بازداشت می شدن و حتی بعد از اون این زندان توحید رو بستن، تبدیل به موزه شد. خانم صفایی، در مورد همین دوران بازداشت و زندانی بودنتون اگه ممکنه بگین، و شنیدم که مدتی هم در انفرادی بودین. دوران انفرادی واقعا دورانی که اسمش روشه، یک انسان، یک موجود اجتماعیه که باید در تنهایی به سر ببره و در ترس و هراس این که جمهوری اسلامی الان میخواد باهاش چه کار کنه، چه جوری میخواد با اعدام اون یا با شکنجه اون درس عبرتی بشه برای دیگران، چرا که میدونیم که اصلا نظام هایی مثل نظام جمهوری اسلامی بر اساس ایجاد خوف و وحشت بنا شده. طبیعتا خیلی وحشتناک بود. من دور از خانواده من خبر از من نداشتن، این که من کجا هستم، چه کار میکنم. همسر من که اون موقع من نمیدونستم کجاست و آیا هنوز در سلامت بفهمی برای آیا بازداشت شده، شرایط بسیار دشواری بود. حتی یادمه که پدر همسرم که سن و سالی ازشون گذشته بود، بیمار بودن و اصلا حال خوبی نداشتن، رو بازداشت کرده بودن که در واقع خانواده رو تحت فشار قرار بدن و ما رو تحت فشار قرار بدن. رفتار غیر انسانی که با زندانی ها میکنن و زندانی های سیاسی که 100% مورد جو وحشتشون قرار میخوان بدن که برای اینکه اونها رو به تسلیم وادارن. ولی خب مسلما آدمایی که اونجا هستن میدونن که راه جلوی جمهوری اسلامی ایستادن راه مقاومت تک تکشونه و باید این راه رو ادامه میدادیم در هر صورت. خانم صفایی، بعد از چه مدتی از زندان آزاد شدین؟ و ظاهرا در زمانی که در مرخصی از زندان بودین به ترکیه رفتین. از اون روزها هم اگه ممکنه برای ما بگین. من 24 روز در سلیه انفرادی بودم در بازداشتگاه توحید و بعد از اون منو به صورت موقت با یک وجه مالی بسیار سنگین آزاد کردن تا دادگاه. هدفشون هم از آزادی من این بود که اون موقع هنوز همسرم رو دستگیر نکرده بودن و میخواستن که من با همسرم تماس برقرار کنم و اونها از طریق من رد همسرم رو پیدا کنن، که خب من این کار رو نکردم و در فرصتی که به صورت موقت آزاد بودم از پایان نامه خودم در دانشکده دندان پزشکی دانشگاه تهران دفاع کردم و تحصیلات خودم رو به پایان بردم.
البته که به صورت خیلی مخفیانه با همسرم توسط یکی از دوستانمون در تماس قرار گرفتن و اون موقع بود که تصمیم گرفتیم اگر بخوایم کاری از پیش ببریم دیگه نمیتونیم به صورت آزاد در ایران زندگی کنیم و اون موقع خیلی دشوار بود که از ایران خارج شدن، به خصوص برای همسرم که زندگی مخفیانه داشت و به هر مشکل و مصیبتی که بود بالاخره دوتامون جدا جدا از هم از ایران خارج شدیم و به هر حال خودتون رو به ترکیه رسوندین. و در روزگاری که در ترکیه بودین شنیدم که از ابوالحسن بنی صدر، نخستین رئیس جمهوری اسلامی که در پاریس اقامت داشت در آن روزگار، برای پناه بردن به بلژیک تقاضای کمک کردین و ظاهرا با کمک و همکاری ایشان شما به بلژیک رسیدین. چرا اصولا از آقای بنی صدر درخواست کمک کردین؟ آیا پیشتر از این با آقای بنی صدر همکاری داشتین؟ اولا اینکه در ترکیه ما اصلا درخواست کمک از کسی نکرده بودیم، فقط رفته بودیم که در واقع خودمون رو به یو این معرفی کرده بودیم، ولی پس از اون وزارت اطلاعات ترکیه بود که همسر من رو بعد از 6 ماه که ما اونجا بودیم و همچنان زیر نظر داشت، همسر من رو بازداشت کرد. و وقتی وزارت اطلاعات ترکیه همسر من رو بازداشت کرد، من میدونستم که این برای یک معامله با یک زندانی خودشون در ایران هست. جان همسر من در خطر بود. اونجا بود که من سعی کردم از هر طریقی میتونم سعید رو نجات بدم و خب سعید قبلا در بلژیک زندگی میکرد و درسش رو در بلژیک تموم کرده بود. قبل از اینکه به ایران بیاد، وقتی که ما با هم آشنا شدیم در ایران، دندان پزشکی خودش رو در دانشگاه بلژیک تموم کرده بود و به خاطر همین هم آقای بنی صدر رو میشناخت از قدیم. خب من سعی کردم از ایشون کمک بخوام برای اینکه حداقل سریعتر صدای ما رو به کشوری که همسرم قبلا اقامتش رو داشت برسونه و اینجا بود که آقای بنی صدر این کار رو برای ما کردن. با بلژیک تماس گرفتن برای اینکه بتونن سریعتر همسر منو از زندان نجات بدن و خوشبختانه که این تماس به یک کشور اروپایی تونست قد راهی بشه برای اینکه ترکیه همسر منو تحویل به ایران بده و ما تونستیم به این شکل به بلژیک بیایم. و یکی از دلایلی که من فکر میکنم همیشه وظیفه ما که به کمکی کسایی که هستن گرفتارن، اگر میتونیم بشه تابیم و سعی کردم خودم هم تو زندگیم اگر تونستم کاری بکنم، دلیلش اینه که میدونم که چه شرایط دشواریه و چقدر ناامنه کشوری مثل ترکیه و کشورهای مرزی مثل وان برای یک پناهجوی ایرانی در ترکیه. بله. و سرانجام خانم صفایی، شما در اوایل تابستان سال 2000 وارد بلژیک شدین و بعد از مدتی با همسرتون یک کلینیک دندان پزشکی باز کردین. پس از چه مدتی در واقع تونستین کار دندان پزشکی رو از سر بگیرین و آیا با مشکلاتی هم روبرو شدین؟ وقتی که ما اومدیم اینجا هیچی نداشتیم. اون موقع حتی فرانک بلژیک بود واحد پولشون، هنوز یورو نشده بود. یک دونه فرانک بلژیک هم نداشتیم، یک دونه خونه، هیچی نداشتیم و زبان هم من بلد نبودم. اینجا بلژیک به 2 زبان صحبت میشه، هلندی و زبان فرانسوی. از زیر صفر باید همه چیز رو شروع میکردیم، ولی خب میدونستیم که یه چیزی داریم، امید و آزادی و تلاش، و اینا رو انجام دادیم برای اینکه بتونیم دوباره زندگی رو که از هم توی ایران پاشیده بود رو هم بیاریم. و خیلی خوبش اینه که من و سعید چون همیشه رفیق راه بودیم، همیشه میدونستیم چطوری میتونیم به هم دیگه کمک کنیم. هر کدوممون یه قسمتی از کار رو میگرفتیم. خب اون موقع سعید کار میکرد، چون مدرک دندان پزشکیش قابل قبول بود تو بلژیک، اصلا از بلژیک گرفته بود، ولی من هنوز مدرکم قابل قبول نبود که اولش کار کنم. پس یه سال زبان خوندم و بعد از اون رفتم به دانشگاه اینجا در بلژیک برای اینکه مدرک دندان پزشکیمو دوباره بگیرم و پس از اون باز تونستیم مکمل هم باشیم و 4 تا کلینیک دندان پزشکی زدیم و تونستیم زندگی خوبی و 2 فرزند داریم الان که پسرم 15 سالشه و دخترم 21 سالشه و تونستیم بالاخره یه زندگی درست کنیم که هیچ وقت تو ذهنمون از ایران و ایرانی جدا نبودیم و هیچ تمام روزمون، تمام تلاشمون در زندگی این بود که یه روزی بتونیم آزادی ایران و ایرانی ها و خوشحالی قلب ایرانی ها رو ببینیم. براتون موفقیت های بیشتری آرزو دارم خانم صفایی. اما شما همزمان با کار دندان پزشکی در بلژیک در مسائل مربوط به حقوق بشر و به ویژه حقوق زنان هم فعالیت می‌کردین و چند کارزار رو هم راه انداختین، از جمله کمپینی به عنوان بگذارید زنان ایرانی وارد ورزشگاه ها شوند. اصولا چه چیزی باعث شد که
به این گونه فعالیت ها هم بپردازین با وجود مشغله زیاد کاری؟ اصولا انگیزه شما برای این کارهای دیگه چی بود؟ واقعیت اینه که انگیزه خاصی که من همیشه تو خودم هنوز که هنوز به عنوان موتور حرکتی احساس میکنم، تجربه های تلخی بوده که در زیباترین کشور جهان که متاسفانه به اسارت برده شده تجربه کردم. یعنی من میدونم که زنهای ایرانی و مردهای ایرانی تلاش میکنن برای اینکه کشورشون آباد و آزاد باشه، برای احقاق حقوق خودشون تلاش میکنن. دوست داشتم تیم ملی ایران رو، تیم والیبال اون موقع خیلی قوی بود، میومد به خارج از ایران و من دوست داشتم برم تشویق کنم. احساس میکردم همون احساسی رو که من به عنوان یک زن ایرانی دارم و همه زنها تو ایران دارن، ولی نمیتونن به ورزشگاه برن. پس من نمیتونستم بیمسئولیت فقط برم از یک مسابقه زیبا لذت ببرم و فراموش کنم که هموطنانم چقدر برای رفتن به یک ورزشگاه باید خطرهای مختلف رو تجربه کنن، دستگیر بشن، تحقیر بشن، فقط برای دیدن تیم ملیشون و تشویق تیم ملیشون. اونجا بود که با خودم تصمیم گرفتم این کار رو هرگز تنهایی نکنم، مگر اینکه صدای زنای ایران باشم، برای اینکه به گوش جهانیان که اتفاقا رسانه‌های مختلف و متعددی در ورزشگاه همیشه حاضر بود، اون بار با خودم عهد کردم که صدای زنان ایران رو دور جهان با خودم ببرم. حتی توی المپیک سال 2016 من با این بنر سفر کردم به برزیل و اونجا البته بگم خیلی توی ورزشگاه ها جمهوری اسلامی تلاش میکرد که ما رو سانسور کنه، که ما تو تلویزیون دیده نشیم. سعی میکرد به انواع اقسام، حتی اگه مسابقه رو نصف نیمه پخش کنه بنر ما دیده نشه. حتی تو خود ورزشگاه ها مامورانی رو استخدام میکردن برای اینکه به ما حمله کنن، حتی کی کنن از سفارت جمهوری اسلامی. و حتی یه بار توی برزیل نیروهای ارتشی فرستادن برای اینکه منو دستگیر کنن، که البته نقشه‌هاشون همیشه نقشه براب شد. بعد از اون که یک عکاس از من یه عکس رو منتشر کرد وقتی که داشتم اذیت میشدم از طرف ماموران انتظامی، ارتش اونجا به جای طرف جمهوری اسلامی رو بگیره، دو روز آینده مسابقات همیشه منو اسکورت کرد برای اینکه امنیت داشته باشم توی ورزشگاه. و خب همیشه هم از اینکه نقشه‌هاشون نقشه براب میشه یه جورایی باعث رضایت خاطر منه که همیشه حق به حقدار میرسه، همیشه یک ایرانی که تلاش میکنه باید ببره. و با همه این دشواری‌ها شما تصمیم گرفتین خانم صفایی که در انتخابات پارلمان بلژیک وارد فعالیت بشین، اما پیش از اون آیا شما با حزب راستگرای NFA همکاری داشتین و عضو این حزب بودین؟ من در سال 2018 به عرصه سیاست پا گذاشتم. این در شرایطی بود که چندین حزب از من خواسته بودن که باهاشون فعالیت بکنم و احساس میکردم حرفهایی که من میزنم، چه راجع به ایران، چه راجع به خطرهای دیگه که حتی اروپا رو تهدید میکنه، حرفهایی که لازمه توی این دور زمان بیان بشه از طرف کسی که خودش میدونه راجع به این مسائل چجور صحبت میکنه. و مسلما من خودم رو متعهد میدیدم به جامعه‌ام که واقعا همیشه کمکم کرد که پیشرفت کنم. و این حزب به من جایگاه خیلی خوبی داد برای اینکه بتونم صدای مهمی رو که برای جامعه کنونی اروپا شنیدنش لازم و ضروریه در پارلمان بیان کنم. و افکاری بود که در واقع من میتونستم در بستر اون فعالیت‌های مفید داشته باشم و نشون به همون نشون که حتی در مورد تروریستی مثل اسدالله اسدی، تنها حزبی که از این مسئله بدون هیچ تابویی به درستی صحبت میکرد و موضع درستی در قبال جمهوری اسلامی میگرفت، حزب من بود. و خب طبیعتاً خوشحال شدم که تونستم این کار رو بکنم، چون من هم میدونستم که شناخت اروپایی ها از کشور بسیار مهمی مثل ایران در منطقه اونقدر زیاد نیست و این وظیفه ماه که بتونیم اهمیت کشور بزرگ و مهمی مثل ایران رو برای اروپا روی کارت بیاریم تا اونا بتونن تصمیمای درست و بهتری رو بگیرن، که این کاریه که همچنان بهش ادامه خواهیم داد. به اسدالله اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی اشاره کردین که در دادگاهی محکوم شده در بلژیک به خاطر فعالیت‌های غیرقانونیش. و اخیراً در جریان لایحه مبادله زندانیان بین ایران و بلژیک که در پارلمان بلژیک تصویب شد، شما فعالیت زیادی کردین تا از تصویب این لایحه جلوگیری کنید. به تصور شما
علتی که موجب شد اکثر نمایندگان پارلمان بلژیک به این لایحه رأی دادند چه بود؟ فشارهای خیلی سنگینی که دولت بلژیک روی نمایندگان پارلمان آورد اصلا قابل تصور نبود. واقعا من فکر نمی کردم که دولت بلژیک چنان مصمم بخواد از استرداد اسدالله اسدی دفاع کنه و متاسفانه این کاری بود که می کردن. و می دونیم که بلژیک یکی از کشورهایی که طولانی ترین مدت بیدولت بودن رو پشت سر گذاشته. بعضی وقتا میشه به 300-400 روز میرسه که اینها هنوز دولت نمی تونن تشکیل بدن. دولت کنونیشون هم یک ائتلافی از 7 حزب مختلف که حتی با ایدئولوژی های متفاوت از راست تا چپ رو پوشش میدن. طبیعتاً وقتی که یک همچین دولتی از هم بپاشه، تشکیل دولت بعدی باز هم با دشواری‌های دیگه‌ای مواجه میشه. اینه که دولت در واقع با زور و زورگویی سعی کرد که احزابی رو که در دولت هستن بهشون تحمیل کنه که باید نمایندگان پارلمانشون به این لایحه رأی مثبت بدن. حتی بسیاری از همکاران من بودن که به من میومدن میگفتن که واقعا نمیدونی چقدر ما تحت فشاریم. یه سریاشون هم گفتم اصلا ما نمیایم، ما به همچین متنی رأی مثبت نمیدیم که در تاریخ ثبت بشه که ما امضامون زیر یه همچین لایحه ننگینیه که تبدیل به قانون میشه. و یه سریای دیگه هم متاسفانه همونطور که مشاهده کردیم میتونن به سادگی خودشون رو گول بزنن و بگن یک شهروند بلژیکی در خطر، در صورتی که هممون میدونیم که یک شهروند بلژیکی یک گروگان بیگناهه که از این پس بسیاری از گروگانهای بیگناه دیگه در جمهوری اسلامی پشت نرده ها خواهند رفت. متاسفانه نتونست به سرانجام خوشایندی برسه در مجلس، ولی همچنان تلاش‌های ما ادامه داره برای اینکه بتونیم از طریق دادگستری بلژیک سد استرداد یک تروریست به جمهوری اسلامی بشیم. و این رو هم اضافه کنم که اسدالله اسدی متهم و در واقع به جرم اینکه ماده انفجاری به وزن 0.5 کیلو رو در اختیار یک زوج ایرانی ساکن بلژیک قرار داده بود تا در همایش سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس هدف قرار بدن افرادی که در اون بودند، به همین جرم در دادگاه در بلژیک محاکمه شد و به 20 سال زندان محکوم شده که میگویند احتمال داره او رو با یک شهروند بلژیکی به نام اولیویر فاند کاستیله مبادله کنند. به هر حال خانم صفایی، اصولا چه موضوعی باعث شد که شما خودتون رو برای نمایندگی پارلمان بلژیک نامزد کنید؟ آیا علت خاصی داشت یا تنها به خاطر علاقه شما به سیاست بود که وارد جهان سیاست شدین؟ حقیقتا ما اگر در یک کشور خوشبخت زندگی کنیم، هیچی بهتر از زندگی آرامش بخش دور از سیاست نیست. چون واقعیت اینه که بعضی وقتا سیاست برام خیلی سنگین میشه، چون که روی عواطف من تأثیر میذاره، روی احساسات من تأثیر میذاره. سیاست چیزی نیست که آدم انتخابش کنه اگر در یک کشور خوشبخت زندگی کنه. ولی من احساس میکردم که یک مسئولیتی به دوش من بود و اون اینکه شناختی که اینجا از اسلامگرایی افراطی که الان در اروپا واقعا کسایی هستن که به این ایدئولوژی خطرناک دامن میزنن و کمک میکنن، احساس میکنم این جزء وظایف ماه که دنیا رو آگاه کنیم از این خطر، همچنین بلژیک رو آگاه کنیم از اینکه چگونه ساده انگاشتن یک حکومت اسلامگرا مثل ایران یا یک انسان اسلامگرا مثل بعضی از اسلامگراهای افراطی که در اروپا به سر میبرن، ساده انگاشتن این ایدئولوژی چقدر میتونه خطرناک باشه برای تاریخ یک کشور. چرا که کشور ما، کشور عزیزمون ایران که یکی از پیشرفته ترین کشورها بود، یک تاریخ بسیار کهن و قوی داره. به خاطر همین بود که من انتخاب کردم از صدایی داشتم، از اهمیتی که توی افکار عمومی بلژیک داشتم، چون من قبل از اونم مقاله های خیلی زیادی اینجا نوشتم، انتخاب کردم برای اینکه مسئولیت خودم رو به دوش بگیرم و احساس میکردم که این گونه حتی اگر چه ببرم چه نبرم برندم، چون که احساس میکنم وجدانم راحته. خانم صفایی، داریم به دقایق پایانی این گفتگو نزدیک میشیم، اما در اینجا میخوام از شما بپرسم که آیا موضوعی هست که تا به حال در جایی مطرح نکردین و مایل هستین برای نخستین بار با شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارین؟ حقیقتا قبلا به این مسئله فکر نکرده بودم. شاید اگه فکر میکردم یه چیز جدیدی براتون
پیدا میکردم. ولی یه چیزی که خیلی مهمه حالا که هموطنان ایرانیم دارن گوش میدن اینه که بدونن که یکی از آرزوهای من اینه که یه روزی در تهران جشن آزادیمونو هممون با هم تهران، شیراز، اصفهان، شهرهای بزرگ ایران کنار چیزایی که واقعا دلم براشون تنگ شده بتونیم در کنار هموطنامون آزاد و آباد زندگی کنیم به امید اون روزی که در ایران داره هم جمع بشیم.